رهایی در راستای روشنگری و مبارزه با حکومت‌های دینی. تهیه و اجرا پرویز مینوی. برنامه هفتگی در رادیو مانی. درود بر بینندگان و شنوندگان رادیو مانی در سراسر جهان. من پرویز مینوی هستم، مطابق معمول روز سه‌شنبه در این ساعت در خدمت شما عزیزان هستم. از آقای میزا آقا عسکری مانی، شاعر بزرگ کشورمون، سپاسگزارم که همین شانس رو من دادن که تو این برنامه در خدمت شما باشم، همین که خودتون برنامه رو کارگردانی فنی میکنم. از شما عزیزانی که به این برنامه توجه میکنید بسیار سپاسگزارم. من یک مجله‌ای رو درست میکنم، تقریبا الان شماره دهمش در میاد، یعنی ده ماه در اومده به این شکل و شام، از به نام مجله داش عباس هست. داش عباس، حالا اگه بخوام بگم که داش عباس از کجا به وجود اومد، من توی گوتنبرگ سوئد بودم، تقریبا میتونم بگم که 25 سال پیش 30 سال پیش در اونجا هی برای مجله برای کیان لندن مقاله مینوشتم. اغلب مثلا 5 تا مقاله می نویسم، یکیش چاپ می شد، 4 تا چاپ نمی شد. اینا یه دفعه همینطوری به خودم گفتم یه مقاله از قول داش عباس بنویسم، یعنی یک داش مشتی مقاله بنویسه. توی مقاله که مثلا مطالب روز رو می نویسه، اصطلاحات داش مشتیگری، چاکرتونیم، قربونتون بریم، گل به گوشه جمالتون، نمیدونم خیلی مخلصیم از این حرفا. بعد اینو نوشتم فرستادم، دیدم زمین این که چاپ شد بسیاری مردم در تایید این و در نقد این اومدن صحبت کردن. بعد اتفاقا در همون زمانم آشنا شدم با آقای هادی خورسندی که مجله اصغر آقا رو در لندن چاپ میکردن. بعد آقای دکتر نور محمد عسکری ما رو ارتباطون رو برقرار کردم. بعد من اونجور شروع کردم توی مجله اصغر آقا همین مقاله های داش عباس رو نوشتن. بعد اومدم سوئد، در مجله های سوئد هم تا سالهای سال همین رو می نوشتم دیگه. اونجا که توی سوئد بودم می نوشتم داش عباس از سوئد، اینجا که اومدم نوشتم داش عباس سوئدی. بعد که خواستم یه مجله باز کنم و قصدم این بود که مجله حالت فان باشه، یعنی وقتی مجله رو کسی میخونه یه لبخندی هم به لبش بیاد، توش مسائل جدی و غیر جدی قاطی باشه دیگه، لازم این مجله داش عباس رو منتشر کنه. یه خانومی هستن به نام شوره که بهشون میگن شارن، این خانوم همکاری میکنن، طراحی میکنن مجله رو، دیزاین میکنن، تایپ میکنن، همه کارش میکنن، خیلی زحمت میشه. یه همسری داشتن که این همسرشون فوت شد متاسفانه. این همسرشون جوونم بود، فکر کنم 45-50 سال بیشتر نداشت. اینم عکس همسر ایشونی که توی مجله چاپ شده و بهشون تسلیت گفتیم، آقای خسرو دهکردی. دو سه روز پیش مجلس 40مین درگذشت ایشون بود. خب رفتیم در اون محلی که قرار بود که برن که تسلیت بگیم به این همکارمون که شوهرشون فوت شده دیگه. وقتی نشستیم یه دفعه من دیدم که شورا اومد، گفتش که فلانی حتما باید بری یه سخنرانی بکنی. خب از یه طرف همکارم زحمت میکشه، شوهرش مرده و نمیتونم حرفش زمین بندازم، از یه طرف برم چی بگم، بگم جهنم اینطوریه، بهشت اونطوریه، فلان اینا. گفتم هرچی باید آقا دیگه، من حرف خودم میزنم، حالا هرکی میخواد هر چیزی برداشت کنه دیگه. اصلا صحبتمون اینجوری شروع کردم، گفتم در بریتانیا میخواستن خلبان، دانشجوی خلبانی بگیرن، یه دیر توی مدرسه عالی خلبانی بیارن اسمشون بنویسن، سوال میدادن دیگه، سوالا رو پخش میکنن، همه باید جواب میدادن تا ببینن کی بهترین جوابا رو داده که اونها رو انتخاب کنن، آزمایش بدنی و دیگر. یکی از سوالات این بود که اگر شما خلبان باشید و ملکه انگلستان مسافر هواپیمای شما باشه، شما یه دفعه بفهمید که ملکه به بیرون پرت شد، شما چیکار میکنید؟
هر کس یه جوابی داده بود دیگه. بهترین جواب این بود که وقتی که ملکه پرت بشه، چون ملکه یا راست نشسته یا چپ نشسته دیگه، وقتی پرت بشه بیرون اون طرف یه ذره سبک میشه و در نتیجه تعادل هواپیما به هم میخوره، هواپیما به چپ و راست میشه. من سعی میکنم که تعادل هواپیما رو دوباره برقرار کنم که به هواپیما و به دیگر مسافرها لطمه نخوره. این بهترین جواب بود که اونجا شناخته شده. حالا خسرو هم، یعنی همین آقای خسرو دهکردی که شوهر این خانم هم، ایشون هم از هواپیما پرت شد بیرون دیگه، یعنی زندگیش به پایان رسید. بعد اتفاقا این خسرو خیلی مرد خوبی هم بود، خیلی 4-5 ماه بیچاره توی بیمارستان بستری بود و حرکت هم نمیتونست بکنه، حرف هم نمیتونست بزنه، رو تخت هم اینطور دراز کشیده بود. من یه دفعه رفتم دیدنش، خانومش براش بادکنک های تولد مبارک گرفته بود، بسته بود به لبه تختش، بادکنک های اینجوری تو آسون بود، نمیتونست با مرد بزنه، ولی با چش ابروش اینطوری میکرد، به من لبخند میده اینطوری میکرد، یعنی ببینی بادکنک ها رو بادکنک های تولد من ها. و خالصه اینطوری شدیه. بعد گفتم که این که میگن طرف از دنیای فانی به سرای باقی شتاف، یه چیز مزخرفیه. یعنی چی سرای باقی؟ یعنی اونجا که میریم زیر خاک، گوشت و پوست و استخونمون میپوسته و خراب میشه و خاک میشه و بمیره، اونجا سرای باقیه. اینجا که همه چیز هست و زندگی داریم و خونه داریم و خانواده داریم و نمیدونم بچه داریم و کار داریم و سینما میریم و تلویزیون داریم و رستوران میریم و مسافرت میریم، این سرای فانیه، اون زیر خاک سرای باقیه. هر کسی این حرفا رو زده، حرفا بی خودی زده، کاملا برعکسه. ما اینجایی که هستیم، اینجا سرای باقی است که در اینجا باقی موندیم چندین سال، وقتی مردیم اون وقت میریم سرای فانی، اونجا میریم جایی که فنا میشیم و بمیریم. بدن چه برعکس نباید این دوتا رو به کار برد. بعد خب حرفای مختلف زدم، بعد آخرش هم گفتم که اینم که یه نفر میمیره بعدش میگن که نمیدونم ال شد بل شد، اونو همه قصه در بردم، وارد به جهنم نشدم. گفتم بعد اینکه یه کسی میمیره میگن بعدن اینجوری شد، این اتفاق این اتفاق افتاد، اینه همه رو قصه است، اینا رو کسی همه از خود مردم در بردن، واقعیتی نداره. بعد گفتم یه خانومی برای من میگفت، واقعا یه خانومی میگفت، گفت به پدرم میگفتم که پدر مشروب نخور میری جهنم، پدرم میگفت تو اونجا بودی؟ تو دیدی؟ هر وقت میگفتم میری جهنم میگفت تو اونجا بودی؟ تو دیدی؟ بعد حرفامو تموم کردم، البته الان خیلی خلاصش کردم، اینقدر دست دادن بعد وایستادن یکی یکی اون مدعوبین یکی یکی با من دست دادن اینجوری. بعد دیدم اون حرفایی که من زدم که این همه چرت و پرته، بهتر از اون حرفایی که آخوندها میزنن که آیه فلان گفت فلان، نمیدونم در آن دنیا فلان میشه، این دنیا اونجوری میشه، اون دنیا میشه. بابا اون دنیا اون دنیایی وجود نداره، مردی تموم شد رفتی، همه رو ساختم. حالا این مجله، همین مجله که هستش که نشونتون دادم، مجله داشباز که جلدش این شکلی، این شماره قبلیشه، شماره اخیرشو ندارم، همون داشباز، این مجله داشباز، من توضیح برم ازتون. 4 تا شخصیت ثابت داره که همیشه توش من مقاله میزنم. یکی سردبیر مجله است که سخن روزه که من مینویسم. 3 تا شخصیت ثابت دیگه هم داره. یکی داشباز که همون جاهل مسلکه، شهر زندگیش هم اینطوری که تو ایران سرکارگر کارخونه ملامین سازی بوده، هر پنجشنبه میومده دفتر آفیس تهران پول میگرفته میورده به کارگرها که تو جاده شهریار بودن، به اونا حقوق میداده. و بعد اون آق مهندس که صاحب کارخونه بوده، به این بهش میگفته آق مهندس، اون میذاره میاد خارج و اون داش عباس هم به دنبال اون را میفته که بره اونو پیدا کنه و میره ترکیه، میره سوئد، بعد میاد امریکا. خب البته پیدا نمیکنه. خب این یه شخصیت داشت عباسی. یه شخصیت دیگه هم هست اسمش مشبیجنه که خودش اینجا نوشته میشه مشبیجن، با جیم نوشته میشه. علت این اسم اصلیش هست مشهدی بیجن، در ده رستم آباد به دنیا اومده. رستم آباد یه دهیست که
فرضیه، واقعا وجود نداره. اگر یه رستم آبادی یه جایی باشه، منظور ما اون نیست، منظور اون چیزی که تو ذهنمون بوده. ما سوئد که بودیم یه برنامه رادیویی داشتیم که اون برنامه رادیویی توی رادیوی دولتی سوئد پخش میشد. یعنی رادیویی که به زبان سوئدی برنامه پخش میکرد، در یه لحظه به سوئدی میگفت حالا ما برنامه سوئدیمون رو قطع میکنیم، برنامه به زبان فارسی داریم که پخش میشه. وقت برنامه با پخش میشد. بعد تو اونجا یک آقای بود توی سوئد، اون برنامه رو که اون برنامه رادیویی که ما انجام میدیدیم من بودم و آقای حمید رضایی دوست من بود و آقای بیژن سندکار که اونم یه دوستیگرم بود که اونجا بود. آقای حمید رضایی الان با من همین تو استانن، یعنی با من نیستن ولی تو استان زندگی میکنم دیگر، میبینیم گاه به گاه. اون آقای بیژن سندکار همون توی گاتنبرگ مون، اتفاقا از اون من از سال 99 اومدم، ببخشید سال 90 اومدم همین شهر هوستون، از سال 90 تا حالا که میشه 28 سال، یه بار ایشون اومدن هوستون من دیدمشون ولی دیگه ندیدمشون، تماسم نداریم. اونجا تصورمون این بود که یک کسی از به نام مشهدی بیژن، که خود مشهدی بیژن میگه که من تولد امام رضا به دنیا اومدم، توی رستم‌آباد همه اسماشون شاهنامه ایه، اسم پدرم مثلا دلاران بوده، اسم پدرم فلان بوده، اسم منم بیژنه. اونطور چون تولد امام رضا بوده گفتن مشهدی بیژن. مشهدی بیژن به لفظ رستم آبادی میشه مش بیژن. مش بیژن تو اونجا که گوتنبرگ بودیم هر هفته یه نامه مینوش به مادرش. این نامه که به مادرش مینوش توی رادیو اون آقای بیژن تندکار میامد این رو به لهجه بسیار زیبای روستایی دماوندی، یکی از روستاهای دماوند، اون لهجه اونجا رو قشنگ صحبت میکرد و توضیح میداد. هر دفعه یه موضوعی بود دیگه که برای گفتن. مثلا فرض کنیم که یه دفعه یک فستیوالی بود اونجا، یه دانشکده بود به نام شهر گوتنبرگ، دانشکده به نام دانشکده شالمرز. مش بیژن شالمرز رو تلفظش میگه گفت چالمرز، به مادرش میگه اینجا دانشکده یه به اسم چالمرز. بعد میگفتش که این چالمرزی ها اومدن یک فستیوالی درست کردن، یک کارنامالی درست کردن، یه تیکه از این کارنامالش مربوط به ایران بود، یک مثل تریلی مانند یک صفحه‌ای بود، اون صفحه‌ای صافی بود، اونجا یک خمینی روی منبر نشسته بود، اون بقیه هی بهش عبادت میکردن ولی دست و پاشون با زنجیر بسته شده بود. یعنی اینا که عبادت میکنن اینا بسته شدن، اینا خودشون به میل خودشون نیومدن اینجا عبادت کنن، دست و پاشون رو با زنجیر بستن و یه نفر وایساده مجبورشون میکنه که به این خمینی تعظیم کنن. بعد مثلا مشبیژن اینو برای مادرش تعریف میکرد، گفت آه خوشمون اومد از این بچهای چالمر که قشنگ نشان دادن که وضع ما با این خمینی چطوریه فلانه. هر دفعه از این موضوعات یه دفعه پیش میومد این توضیح میداد برای مادرش، خیلی هم جالب بود، خیلی هم پرشنونده بود. اومدیم توی این مجله تاشعباس، هر شماره یه دونه نامه مش بیژن هست که به مادرش باز از اینجا مینویسه. این دفعه آخری نوشته بود که من شنیدم که توی ایران این یاروها اومدن، این هشت و شعبیون و فاطمیون و زینبیون و اینا اومدن، یا آخوندی گفته که هر زنی که شوهر نداره یا دختری که ازدواج نکره بره با اینا سفر ثواب 100 تا حج داره. بعد اگرم یک آخوند دیگم گفته آخوندا واقعا بیشرمیشون حد نداره، گفته که اگر این کار بکنی این مثل جهاده. حالا میگه که ما تا شنیده بودیم، تا عمری داشتیم بزرگ شده بودیم شنیده بودیم که جهاد مردا جهاد میکنن، جهاد میکنن یعنی با قوای کافری که وارد کشور شده میرن جنگ میکنن، مردا که میخوان جهاد کنن شمشیرشون از غلاف در میارن، تو اون زمان جنگ با شمشیر بود دیگه توپ و تفنگ و مسلسل که نبود که، شمشیرشون از غلاف در میارن شروع میکنن جنگیدن جهاد کردن. حالا آخونده میگه که زنا، خیلی معذرت میخوام ببخشید، شلوارشون میکشن پایین جهاد میکنن. بعد مش بیژن به مادرش میگه اگه من بودم
اگه آخوند رستم آباد از این حرفا میزد خونش آتیش میزدن، خودش داغو میکردن، سنگسارش میکردن. آخه چرا شما مردم ایران هیچی نمیگید، ساکت نشستید این حرفای بوده؟ آخه چقدر بدی به شما بگن، چقدر توهین بکنه، نه از این صحبت ها. بعد یه شخصیت دیگه هم هست، بلال‌الدین گنجی. این بلال‌الدین گنجی هم یک کسی است که یک دشمن داره، همیشه با دو نفر هم. این بلال‌الدین از اون کسی که اذیتش میکنه میگه، اون کسی که اذیتش میکنه یه کسی به نام مشفرج بدر سوخته که از اون میگه که مشفرج توی محمد فرج توی آتش سوزی پدرش سوخته آتش گرفته. بهش میگن، مردم بهش میگن محمد فرج پدر سوخته، خودش میگه نگید محمد فرج پدر سوخته، به من بگید محمد فرج سوزان، چون فامیلم گذاشتم سوزان. ولی خب مردم همونطور میکنن، میگن محمد فرج پدر سوخته و این همه اون تلافی رو سر من در بیاره. خب حالا این داش عباس در این شماره میگه، به توضیحی که میده، نامه‌ای که میده، میگه که من رفتم گشتم تو خونمون، یادم افتاد که وقتی میخواستم بیام خارج، مادر بزرگم یه سری روزنامه داد، گفت این روزنامه رو پدر بزرگت میخون، جوان بود اینا رو میخون، ببر یه وقت لازمت میشه اونجا. برداشتیم این روزنامه رو آوردیم با خودمون. حالا که این آقای خسرو دهکردی فوت شد، رفتیم ببینیم اونا رو نگاه کردیم، ببینیم که زمانهای قدیم مثلا 50 60 70 سال پیش تسلیت که میگفتن تو روزنامه چه جوری بود. بعد اون رو خوند. البته حالا من این توی این روزنامه نوشته شده، من نمیتونم بخونم توی اینجا، آنچه که در حفظم مونده میگم. میگه که اولش نوشته که انا لله راجعون، یعنی ما از خدا اومدیم و به خدا برمیگردیم. مرحوم مغفور خلداشیان جنت مکان حاج مثلا مصلح الدین اسدآبادی اصیل دنیای فانی رو ترک کردن و به سرای باقی شتافتن و در محضر خداوند رزق روزی میخورن و خیلی از این حرفا دیگه. حالا من گفتم یادم نیست، خیلی اون تو خیلی طولانیه. بعد داشت عباس میگه آقا این حرفایی یعنی چی؟ ما هم خدا ما رو فرستاده اینجا که ما برگردیم. داشت عباس میگه خدا منی که با این کت و شلوار و کلاه شاپو که نفرستاده اینجا که من سرباز بفرسته بگو آقا بارو اونجا مثلا یه سال اونجا چیز بده ماموریت داشته باشه بعد برگرد. اینجوری نبوده که. من وقتی اومدم این دنیا، من یک داشت عباس میگه من پدرم که با مادرم ازدواج کرد، از پدرم یه مقدار سیر و ماست و خیار، منظورش اسپرماتوزویده، وارد بدن مادرم شد که اونجا یه سلول اول بود، منظورش اووله. اینا ترکیب شدن یه تخم به وجود من. اون تخم روش کرد. بعد اول مثل یه چیزی مثل توت شد که کوچیک بود، باید با میکروسکوپ میدیدیم. بعد بزرگتر شد. اینجوری نیست که من خدا اینجوری فرستاده، از طرف خدا آمدیم دوباره به جانب خدا برمیگردیم. اصلا چرا اومدیم؟ چرا برگردیم؟ خدا اونجا منتظر ماست، بریم چیکار کنیم؟ وقتی ما میریم زیر خاک میمیریم دیگه، تمام بدنمون داغ میشه، آب میریم، میریم برای خدا. یک من یادمه تقریبا 12 سال پیش بود، در همین امریکا یه مردی فوت شد. اینقدر تو مجلس ختمش، مسیحی بود، مسیحی امریکایی بود، اینقدر گفتن که این الان وضعش خوبه، اون دنیا وضعش خوبه، اون دنیا با نمیدونم خوبا نشسته فلان شده. دختر 8 سالش رفت خودش کشت، گفت من برم پلو پدرم که اونجا مثلا تو بهشته نمیدونم کجاست وضعش خوبه. این دروغا رو میگیم برای چی؟ چرا میخوایم مردمو گول بزنیم؟ ولتر میگه که اولین شیادی که به اولین ابلهی که رسید، مذهب به وجود اومد. مثلا چجوری؟ مثلا فرض کنید که انسانهای اولیه که پدیده‌های طبیعی رو نمیفهمیدن چیه، همه اینا از اونجا شروع شد. همه این مذاهب از نادانی بشر شروع شد. پدیده‌های طبیعی رو نمیفهمیدن چیه، بعد هی حیرت میکنم و تعجب میکنم، میترسیدم و کسانی دیگه بودم. مثلا فرض کنیم که تگرک شدیدی میگرفت، همه میترسیدم یه چرا از آسمون گله گله یخ میاد، چی شد؟
حالا اگر یه نفر بود که یادش بود که آقا دو ماه پیشم اینجوری شد، بعد چند دقیقه طول کشید تموم شد. اگه آدم درستی باشه به اون بقیه میگه که آقا نگران نباشید، این پدیده است که چند دقیقه بیشتر طول نمیشه، نمیکشه، تموم میشه. اما اگر شیاد باشه به اون بقیه میگه که میخواید من جلو اینه بگیرم، اونا میگن بگیر، میگه بیا دنبال من، هر کاری کردم شما بکنید. راه میافتن دنبال این، میگه بم بم بم، این میگه بم 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 ببل 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 ببل. بعد یک دور که میزنن خب تگر که تموم میشه دیگه، میگه دیدی من تموم کردم تگر کو جلوش گرفتم، پس حالا مرغ بدید، تخم مرغ بدید، باتون بدید، گردو بدید، گندم بدید، هرچی به من بدید دیگه. اینجوری پیغمبری به وجود اومد. اولین شیادی که به اولین احمق، یا اولین شیادی که به اولین احمق ها رسید، دین به وجود اومد. این دین ها همینطور توسعه پیدا کرد. دین های ابراهیمی، خدا خاک برداشت، اینطوری گل کرد، اینطوری کرد، گنده کرد و فوت کرد تو دماغش، آدم شد را افتاد. شما خودتون خلقت رو چه انسان چه حیوان چه گیاه رو دیدید، همه یه سلول کوچیک شروع میشه، یواش یواش رشد میکنه تا اون موجود کامل میرسه. همونطور که الان از قول داشت گفتیم، انسان اسپرماتوزایدهای مرد میاد توی بدن ماده، اونجا یه سلول اوول اونجا آماده است، اینا همه میدونن شنا میکنن تو اون مایه، یکیشون زودتر میرسه وارد اوول میشه، بقیه دیگه نمیتونن بیان، درش بسته میشه، یعنی پوستش صفر میشه. اون که ترکیب شد تخم به وجود میاد، تخم رشد میکنه. شما هیچ کسی هیچ موجودی رو دیدی که اینطوری گنده باشه، یه دفعه اینطوری گنده رابیده به به به. بعد این آدمه، حالا حوا از بغل چپ آدم یه تیکه کند انداخت، این شد حوا. اینو با عقل جور در نمیان. بعد یک سی گذاشتشون تو بهشت، یه سیب اونجا بود، گفت سیبو نخورید. مثل اینکه شما 10 تا بچه رو بذارید یه اتاقی، یه بشقاب شیرینی هم بذارید جلوشون، در رو قفل کنید برید بیرون، بگید بچه ها این شیرینی نخورید. خب اگه شما واقعا میخواید این بچه ها نخورن، خب اینو بذارید یه درش قفل کنید. ما بچه بودیم، من توی شهری به نام سبزوار به دنیا اومدم، بعد اومدم توی شهری قزوین، یه مقداری از دوران کودکیم اونجا گذروندم، بعد اومدم تهران، دوران دبیرستانم بیشتر اونجا بودم، دانشکده تهران بودم دیگه. در اونجا یه خونه بزرگی پدری بود که توش چند تا درخت بادوم بزرگ بود، این بادوم ها رو میکندن، جمع میکنن، خوش میکنن، نگه میداشتن برای شب عید که میخواییم شیرینی درست کنیم. مادر بزرگ من، مادر پدرم، رئیس این شیرینی پزا بود، خیلی با سلیقه بود، خیلی خوب درست میکرد. اما شیرینیایی که تو قزوین بود، حالا اسمش ممکنه برای شما آشنا نباشه، قرابیه، نون برنجی، نون نخودی، دیگه ولیعتی، پادرازی، باقلوا، اینا رو درست میکردن. درست که میکردن میبردن توی اتاق صندوقخونه درش قفل میکردن، باید ما نباید میخوردیم دیگه. مهمون که میامد در صندوق خونه قفل و ها میکردن، اینا رو میبردن میچیدن روی اون سفره‌ای که بند کردن برای مهمون ها، صندلی هم نبود، رو زمین میشستن. بعد تعارف میکردن اینا، مهمون ها که میخواستن پاشن برن خداحافظی کنن، صاحب خونه هم پا میشدن برن تا در مشایستشن کنن. اون موقع چیزی دیگه، سرخوری ما بچه ها بود، میرفتیم سر شیرینی ها شروع میکنیم خوردن. مادر بزرگم هم همون خانوم بهش بودیم که شیرینی میپخت، خیلی زودتر از همه حواسش بود، زود برمیگشت. بعد با لهجه قزوینی قلیل میگفت تو دن خدا، تو دن خدا، یعنی شما رو به حق خدا، شما رو قسم به خدا، تو دن خدا بخوریتان اما قاباش نشکنیتان، شیرینی بخورید اما ظرفاش نشکنید. ظرفاش چینی های قدیمی گرون قیمت بود. بعد خب دیگه، حالا خدا مشنگ سیبو گذاشته میگه نخوری. آقای فرود و فولادبند یادش بخیر، چون آقای فرود و فولادبند هنرپیشه بود،
دوبلور بود، هنرپیشه بود، عربی رو خوب قشنگ با لهجه عربی مثلا حجاز صحبت میکرد، خیلی عالی. بعد میامد آیه های قرآن هم قشنگ حفظ بود. میامد میگفتش که خدا وقتی اومد تو بهشت گوه ای آدم کجایی؟ از تو آیه قرآن میخوند ترجمه میکرد، آیه سوره فلان آیه فلان. گوه ای محمد ای آدم کجایی؟ آدم گفت من اینجام. بعد میگفتش که پس خدا که میگیم همه چی میدونه، نمیدونه آدم کجایی بهشته، فریاد میزنه میگه آدم کجایی. بعد میگفت آدم اون میوهی که گفتم نخوری خوردی یا نخوری؟ باز میگفت خدا نمیدونه این خورده یا نخورده. حالا من خودم توی تورات خوندم، خودم توی تورات خوندم نوشته که وقتی که آدم و حوا از اون میوهی سیب خوردن، خدا گفتش که اینا میوه هوش و دانش رو که خوردن، هوش و دانششون زیاد شد، اگر اون میوه درخت عمر جاویدانم بخورن دیگه مثل من میشن. یعنی خدا اندازه ماست، منتها فرقش با ما اینه که هوش و خردش زیاده و عمر جاویدانم داره. حالا ببینید فکرش بکنید، خدایی که کره زمین خلق کرده و خورشید رو خلق کرده، که ما بچه بودیم میگفتن خورشید اگه یه هندوانه باشه کره زمین بنزی خشخاشه، بعد اون سیارهای دیگه که دور خورشید میچرخن، بعد کهکشان راه شیری رو ساخته که توش میلیاردها منظومه شمسیه، بعد در جهان میلیاردها کهکشان دیگر ساخته، حالا اون انقدیه. آقای عیسی چندین بار توی کتابای انجیلای چندگانه، چندین بار چهارگانه، چندین بار گفته شده که من با پدرم یعنی با خدا سوار ابر میشیم، از آسمون میایم زمین. ببینید منم بچه بودم فکر میکنم این ابرا مثل لحاف میمونن، فکر میکنم میرم رو ابر، مثلا میتونیم بریم رو ابر، مثلا اگه بتونیم بریم اون بالا میتونیم رو ابر دراز بکشیم. اما وقتی که شما سوار هواپیما میشید میرید، ببینید همیشه هواپیما از زمین که بالا میشه از داخل ابر رد میشه، شما میبینید اطرافتون بخاره، بعد میری بالا میبینید حالا ابرا زیر پاتونن، وقتی میاید پایین دوباره میبینید از تو ابر رد شدید، بعد که از تو ابر اومدی پایین میبینید او شهر حالا معلوم شد. وقتی که مه میشه ابر میاد زمین میچسبه به زمین، شما وقتی مه شما هوا رو بخار میبینید دارید تو ابر حرکت میکنید. آقای عیسی فکر میکن ابر مثل لحافه، روش میشینه با پدرش یواش یواش ابر میاد پایین. آقای عیسی ابر بخاره، بشین روش تلپی میفتی زمین، با خودت با پدرت میفتی زمین داغون میشی. قرآن هم میگه که رفتن دنبال خورشید ببینن کجا غروب میکنه، رفتن دیدن توی جزیره چشمه ای که آبش تاریک و کلالوده، رفون تو. ببینید یعنی خورشید که به اندازه هندونه است، کره زمین که بدن اندازه خشخاشه، این هندونه اومد توی یک خشخاشه یه کوچولو اونجا یه سوراخی پیدا کرد رفون تو. خب به عقل جور در نمیاد دیگه. پس اینا همه این دینا همه مال زمان قدیم، تاریخ مصرفش گذشته، هیچ کدوم به درد امروز نمیخوره و همه مسائلی است که تموم شده و گذشته. اول قدرت های دنیا الان کیا هستن؟ امریکا، کانادا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و کشورهای اروپایی پیشرفته. بین مسیحا کیا عقب مونده ترن؟ از امریکا یعنی از ایالات متحده. بیا به جنوب میرسی به مکزیک، جنوبتر پاناما، جنوبتر نمیدونم اوروگوئه، برزیل، ونزوئلا، نمیدونم شیلی، آرژانتین، همه اینا نسبت به اون کشورها عقب موندن. فرقشون چیه؟ فرقش اینه که اینایی که عقب موندن همه کاتولیکن، اونایی که پیشرفتن همه پروتستانن. فرقشون چیه؟ فرقش اینه که پروتستانا میگن ما پاپ و کشیش و دستوراتی که اونا دستور میدن ما قبول نداریم، هرچی به عقلمون جور در بیاد اونو قبول داریم. کاتولیکا میگن هر کی پاپ بگه کشیشا بگن باید اونو پیرو بکنه. کشور مسلمان همه عقب موندن. زردشتی ها همیشه پیش رفتن. چرا ما 4400 سال قبل از اسلام
که یک کشور زرتشتی بودیم همیشه یکی از ابرقدرت‌های دنیا بودیم یا تنها ابرقدرت بودیم. زمان مثلا فرض کنیم که پادشاهات یه زمانی ابرقدرت تنها ابرقدرت دنیا بودیم، هوخشتره. در زمان هوخشتره اولین تنها قدرت دنیا بودیم، میگه که از دیگه حریف ما نبود. بعد یواش یواش یونانی ها پیدا شدن، دو تا ابرقدرت شد، ایران و یونان. بعد یونان هم رفت، رومی ها آمدن، دو تا ابرقدرت شد، ایران و روم. اما وقتی مسلمون شدیم رفتیم اون عقب عقب، اون ته صف. چرا؟ چون که در قرآن میگه که خدا هر کی بخواد به راه راست هدایت میکنه، هر کی بخواد هدایت نمیکنه. پس من الکیم، من نخودم، من یه تیکه چوبم افتادم زمین، من هیچ کیم. اگه خدا بخواد منو به راه راست هدایت میکنه، اگرم نخواد منو به راه بد هدایت میکنه. اگرم نماز بخونیم میگیم خدایا ما را به راه انعمت علیهم راه بیمایی کن، و به راهی که نعمت دادی یا به راه مغضوب علیهم نفرست، یا گریه که خدای ما را به راه نعمت داده ها بفرست. اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اما زردشتی ها میگن ما در کنار اهورامزدا داریم می جنگیم با اهریمن. ما اگه خوب بجنگیم اهورامزدا پیروز میشه. یعنی اهورامزدا که خداست به من احتیاج داره، من باید خوب بجنگم تا این اهورامزدا پیروز بشه. اگه من بد بجنگم اهورامزدا شکست میخوره. پس اهورامزدا محتاج منه، من آشغال رو زمین نیستم، من یه موجود مهمیم. ببین این فلسفه باعث میشه آدم ترقی میکنه. اما این فلسفه که خدا هر کی بخواد به راه راست هدایت میکنه، هر کی بخواد به راه بد هدایت میکنه، باعث میشه که ما هیچی به جای نرسیم. دیگه خدا هر چی بخواد همیشه، قسمت هر چی قسمتش همونه. زندگی همه رو از اول نوشتن که چیه، تو اگه دکتر بشی قبلا نوشتن تو دکتر میشی، اگه تو حمال بشی قبلا نوشتن تو حمال میشی. و کار کوشش بی نتیجه است. خیلی متشکرم جناب مانی که برنامه کارگردانی فنی فرمودید. خیلی متشکرم خانم و آقایونی که به برنامه توجه کردید. امیدوارم که خستتون نکرده باشم. براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو دارم.